با سلام به دوستان عزیز، من علیرضا فدایی هستم با یک برنامه دیگه از برنامه های ورزشی جوایز پارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز خدمت ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایران هستیم، آقای مجید حسنی، که از ایشون میخوایم که لطفا خودشون رو یک مقدار معرفی بکنند، یه مقدار از سابقه ورزشیشون بگن و چطور شد که به والیبال. بفرمایید جناب حسن. سلام خدمت شما جناب فدایی عزیز و همچنین بینندگان محترم شما. عرضم به خدمت شما که شروع والیبال من برمیگرده به خیلی سال گذشته. من برادرم والیبال بازی میکرد ایشون و خیلی تقریبا تو سطح خوبی والیبال بازی میکرد. من خودم خیلی علاقه زیادی به فوتبال داشتم، یعنی فوتبال میرفتم فوتبال بازی میکردم و اینا، ولی چون ایشون والیبالیست بود و اینا منو تشویق کرد به سمت والیبال و دیگه قسمت اینجوری بود به قول معروف که ما بریم شروع کنیم والیبال. و من از یه باشگاه استقلال شروع کردم تو ایران. خیلی سنم هم تقریبا پایین بودش، 13-14 ساله بودم که شروع کردم تمریناتمو، ولی رشدم خیلی سریع بودش تو زمینه والیبال به خاطر اینکه یه پیشینه ورزشی، یعنی اسکیلای اولیه رو از برادرم یاد گرفته بودم. وقتی که وارد والیبال شدم، یعنی وارد کلاب استقلال شدم، خیلی سریع پیشرفت کردم اون موقع و تونستم خیلی سریع خودم رو مطرح بکنم تو سطح. ما تو تهران زندگی میکردیم، تو سطح تهران. بسیار عالی. بعدش چه باشگاه های دیگه ای؟ آیا لیگ حرفه ای داشتیم اون زمانی که شما بازی بله. میکردید در ایران؟ بله، اون موقع که ما والیبال شروع کردیم، خب باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح ترین باشگاهایی بودن که تو تهران هم بودن. خب شهرستان های دیگه هم خب به تبع داشتن، مثلا ما همیشه گنبد، ارومیه، اینا شهرهایی هستن که والیبال خیزن و همیشه بازیکن های خیلی زیادی به تیم ملی دادن. مازندران، اونا هم تیم داشتن و لیگ حرفه ای داشتیم همون موقع. یعنی به صورتی بود که باشگاه ها با هم دیگه مسابقه میدادن. خب من موقع شروع کردم، خب نوجوانان استقلال بودیم، بعد برای جوانان استقلال بازی کردیم، بعد متاسفانه استقلال تیمش منحل شد، منم دیگه راهی سربازی شدم، رفتم برای تیم عقاب بازی کردم. یعنی 2 سال تو نیرو هوایی بودم، برای تیم عقاب بازی کردم، ولی بعد از اون که برگشتم دیگه تمام مدت تو باشگاه حرفه‌ای بودم. از تیمای دسته یک شروع کردم دیگه به سوپر لیگ ایران، یعنی به پیشرفت کردم و رفتم تیمای بهتر قرارداد بستم. خب تو ایران به بازیکن‌ها چون به صورت حرفه‌ای تمرین می‌کنن بهشون دستمزد پرداخت می‌کنن اونجا، و عرضم به خدمت شما که پیشرفت کردم و تا با تیم سنام قهرمان ایران شدم. یعنی مسابقات سوپر لیگ ایران بهش قهرمان ایران شدم، با پیکان نایب قهرمانی داشتم، با اینا برق. صحبت مثلا چه سالیه جناب حسنی؟ اینایی که دارم میگم سال 80 به فارسی میشه بله 1381، 1381 با تیم سنام من قهرمان ایران شدم، با پیکان سال 82. اینا جزو تیمای، یعنی بهترین تیمای ایران بودن دیگه، نایب قهرمان ایران شدیم. عرضم به خدمتشون با تیم برق 2 دوره سومی مسابقات سوپر لیگ ایران داشتیم. نه همش تو همون سالهای مثلا بین 78، 79، 80، 81، 82، تو این سالا بودش. تقریبا یه بود مثلا 8 تا 9 سال من تو رده اول سطح کشور جزو بهترین تیم‌ها همیشه مقام می آوردیم، جزو تیم‌های خوب بازی می‌کردم و اینا. یه چند سالی هم بعد یه آسیب دیدی، به اردوی تیم ملی دعوت شدم، سال 1382 بودش. با تیم ملی هم یک دو سفر داشتم. عرضم به خدمت شما که تو مسابقات قزاقستان شرکت کردیم، مسابقات امارات شرکت کردیم، مسابقات آسیایی بوده شرکت کردیم. بعد متاسفانه من آسیب دیدگی پیدا کردم از ناحیه زانو، که خب کامپتیشن تو مثلا سطح ملی خیلی زیاده. یعنی شما اگه آسیب ببینی خود به خود از تیم خارج میشید، یعنی برگشتتون به تیم ملی خیلی سخت میشه، چون انقدر بچه ها هستن پشت سر شما که میان جای شما رو میگیرن که دیگه شما برگشتون برام سخت شد. ولی بعد از اونم باز اومدم تو لیگ شرکت، یعنی فعال بودم. بعد از که آسیب دیدگیم بهتر شد، باز تو لیگ فعال بودم.
تو آخرین سالی هم که بازی کردم با تیم بارجسانس کاشان مقام چهارمی لیگ ایران رو به دست آوردم، بعدش دیگه با والیبال با یعنی چه والیبال سالی بود عزیز؟ سال 89 بودش، سال 89. 89 آره با والیبال حرفه‌ای به صورت مثلا بازیگری خدافظی بله. کردم، یه مربیگری رو شروع کردم چند سالی تو ایران به صورت تقریبا حرفه‌ای مربیگری می‌کردم اونجا با تیمای حالا هم پایه هم با تیمای لیگی حالت به صورت مربی بودم که دیگه سال 1300 و ارزم به خدمت شما میشه 93 و 4 بودش فکر میکنم دیگه ما مهاجرت کردیم به کانادا بود که اومدیم اینجا. از اون موقعی هم که اومدم اینجا شروع کردم والیبال شروع کردم، یعنی خب خیلی ناآشنا بودم، کسی رو نمیشناختم اینجا، ایمیل زدم به کلاب‌های مختلف اینجا که آقا من مثلا سابقه هم اینجوری هستش، تو این ساعتی والیبال بازی کردم، دوست دارم که آموزش بدم به بچه ها والیبال. خیلی تحویل اون نگرفتن اول راست تا اینکه بالاخره یه باشگاه به من آفر داد که میتونی بیای برای کوچینگ بچه های ما شروع بکنی. من زبان انگلیسی هم خیلی ضعیف بودش، الانم خیلی خیلی عالی نیستش ولی خب خیلی بهتر شد نسبت به اون موقع. عالی. رفتم و شروع کردم با بچه ها کار کردن، برام خیلی سخت بود اول، یعنی طوری بودش که نمیتونستم خیلی کانکشن قوی با بچه ها داشته باشم، ولی خب بچه ها دوستم داشتن چون اسکیل ها رو خوب بهشون یاد میدادم، بعد دوستم داشتن با هم، اونا بیشتر به من کمک میکردن در اصل، اونا بیشتر به من کمک کردن تا من یواش یواش زبانم بهتر شد. من چند سالی تو کلاب های اینجا به صورت والنتیری و نا کوچین کردم تا خودم رسوندم به دانشگاه SFU. عرضم به خدمت شما که دانشگاه SFU هم 2 سال کمک مربی، یعنی اسیستنت کوچ بودم. کمک مربی، بله. بله کمک مربی بودم که مربی دانشگاه SFU یکی از بهترین مربی های حال حاضر کانادا هستشون. تیم SFU تنها تیمی هستش که از ونکوور توی مسابقات NCAA امریکا بازی میکنه، یعنی اصلا تو مسابقات لیگ کانادا بازی نمیکنه و تیم خیلی خوبی داره و من این من شانس رو واسه داشتم که عزیزانی که میون صحبتتون دارن این ویدیو رو میبینن و شاید اطلاع نداشته باشن، دانشگاه سایمون فریزر که بله در شهر برنابی حالا بله بله ونکوور بزرگ میتونیم بگیم، بله یکی بله از دانشگاه های خوب کاناداست و تیمای ورزشی قوی هم داره. این بله بله این NCAA هم که جناب حسنی میفرمایند، این مسابقات در واقع کالج های دانشگاه های به نحوی میتونیم بگیم آمریکای شمالی میشه. بله بله دقیقا دقیقا بله این مسابقاتی هستش که اصلا تیم دانشگاه SFU تو ونکوور مسابقاتی که انجام میده تماما با تیمایی هستن که از دانشگاه امریکا میان این سمت و با مسابقات انجام میدن، یا به تبع تیم SFU هم میره تو امریکا مسابقات هم به صورت لیگ به صورت رفت و برگشت که انجام میشه تیم مسافرت میکنه به امریکا و مسابقات تو و سطحش سطح خیلی بالاییه، سطح لیگ که برگزار میکنن. من این شانس داشتم که 2 سالم اونجا کمک مربی اونا باشم. دیگه اتفاقاتی که افتادش راستش رو بخواین کووید که شروع شد، خب همه جا شاددامش همه جا تعطیل شد و اینا، بله. من از اون موقع تصمیم گرفتم که یه به قول معروف یه کلاپی رو برای خودم، یعنی به عنوان به اسم خودم ثبت کنم و برای بچه های حالا فرق نمیکنه برای من ایرانی یا خارجی، چون واقعا هیچ فرق نمیکنه، من هدفم اینه که آموزش بدم به بچه ها و اینکه این بچه ها ایرانی باشن یا خارجی باشن اصلا هیچ فرق نمیکنه. بعد من خونمون از برنابی بود، اومدیم تو کوکوتلم، واقعا هم کسی رو نمیشناختم تو کوکوتلم، یعنی شناختی نداشتم به منطقه کوکوتلم، ولی اینجا شروع کردم کلاپ اینجا ثبت کردم و با 7-8 تا بچه شروع کردم برای آموزش والیبال. خیلی سخت بود، دوران کووید تازه یه ذره از اون حالت تعطیلاتش خارج شده بود، بچه ها تازه می اومدن شروع می کردن، برای پدر مادرات نمیتون تراست، یعنی اعتماد نمی کردن که مثلا بچه ها رو بفرستن سر کلاس، ولی خب یواش یواش این قضیه گذشت و ما تونستیم خودمون جا بندازیم و به مردم معرفی کنیم به قول معروف که میتونیم یه
سرویس خوبی رو برای بچه ها ایجاد بکنیم و بچه ها بتونن بیان اونجا آموزش های خوبی ببینن در زمینه والیبال. و خدا رو شکر میکنم که تونستم الان تعداد زیادی از بچه های ایرانی و خارجی ها فرق نمیکنه برای من بیان و آموزش والیبال ببینن و بتونیم تو مسابقات، پارسال تیم داشتیم تو مسابقات والیبال بی سی و شرکت کردیم، فقط یه دونه تیم داشتیم ولی امسال سعی میکنیم که دو تا یا سه تا تیم داشته باشیم برای مسابقات. بسیار عالی، بسیار عالی. جناب حسنی عزیز، یک مقدار راجع به تجربیاتتون با تیم ملی ایران، مسابقاتی که شرکت کردین، چه مسابقاتی شرکت کردین هم رو با تیم ملی ایران اون زمان که ملی پوش بودیم؟ مسابقاتی که من شرکت کردم، ارزم بخواهم مسابقات جام قزاقستان بودش، یه تورنمنت بین‌المللی اونجا بودش، چند تا تورنمنت تو خود ایران بودش برگزار شده شد. اگه بخوام در تو والیبال ایران صحبت بکنیم، من میتونم والیبال ایران رو، ما یه رئیس فدراسیون داشتیم به نام آقای یزدانی خرم، ایشون وقتی اومد رئیس فدراسیون شد یه تحولات اساسی تو فدراسیون ایجاد کرد. یکی از بزرگترین تحولاتی که ایجاد کرد، ایشون یکی از بهترین مربیان دنیاش زمینه پایه کار میکرد و به نام آقای ایوان بوگانیکوف از روسیه رو آوردن ایشون، و این آقا انقدر خوب بودش میرفت تمام کل سطح ایران رو میگشت و بازیکنهایی که مستعد بودن رو انتخاب میکرد و اینا رو میووردشون برای اردو تیم ملی. میتونم بگم که نقطه شروع والیبال ایران که رشد پیدا کرد و تو سطح دنیا مطرح شد میشد از اونجا بشیم وجود بودیم استارتش خورده شد که اینا میرفتن تو کل دنیا. من یادم اون دوره 120 تا با بچه های سنهای پایین تر از ما رو انتخاب کردن و اردوان تو اردو و با اینا کار میکردن و از توی اینا یواش یواش انتخاب کردن تا رسیدن مثلا به 15-16 نفر که مثلا دیگه خیلی خوب بودن و اینا انتخاب میکردن برای مسابقات. ما تو رده های نوجوانان، جوانان خب هنوزم که هنوزه حرف اول دنیا رو تقریبا میزنیم، جزو 3-4 تیم اول هستیم، ولی متاسفانه ما برای ترانسفر کردن بازیکنمون از سطح نوجوانان و جوانان به بزرگسالان به دچار مشکل هستیم، هنوز چرا نتونستیم. جناب حسنی؟ خیلی عوامل تاثیر گذاره، یعنی تو این قضیه که بخوایم بریم یه مقدارش برمیگرده، شاید و نمیدونم، من فکر می‌کنم که مقدارش برمیگرده پس شاید علممون کمتر از علم خارجی مثلا کشورهای اول دنیا هستش، یا سیستممون یا مدیریتمون البته خیلی الان خوب نیستش، مدیریت که الان فدراسیون داره هدایت میکنه به نظرم نتونسته این خلأ رو پر بکنه، خلأی که مثلا ما تیم جوانانمون میره تو سطح دنیا اول میشه، 2 سال 3 سال پشت سر هم اول میشه، همین بازیکنان تو 3-4 سال آینده میخوان برن برای تیم ملی بزرگسالان بازی بکنن، ولی وقتی اینا رو با مقایسه میکنیم با تیم مثلا لهستانی که 2 سال پیش تو جوانان بچه های ما زده بودن، ایشون مثلا برنده بازی بودن، میان میرن مثلا به اون تیم بازنده میشن. این برمیگرده به نظر من بیشتر به مدیریت که ما نتونستیم این جوانا رو خوب هدایت بکنیم به اون نقطه اوجشون برسن، یعنی وقتی میان به سن بزرگسالی میرسن نتونستن اون به قول معروف تواناییشون هنوز نشون بدن به بقیه دنیا که آقا ما هنوز انقدر توانا هستیم. هنوز هم تیممون جز تیمای خوبه، هنوز هم ما وقتی تو لیگ جهانی شرکت میکنیم تیممون تیم بدی نیستش، ولی نسبت به اون دوره ای که ما یه بازیکنهای طلایی داشتیم مثل آقای معروف که واقعا یه استثنایی بود تو والیبال دنیا، خب الان نداریم دیگه، الان یه همچین الان یه اون به قول معروف اون ابهت قدیم رو نداریم جلو تیمای قوی دنیا، اون صلابت رو نداریم و یه مقدار برمیگرده به نظرم به مدیریت که باید مدیریت بهتری انجام بشه برای این بچه ها و حمایت بیشتری انجام بشه، اینا میتونه کمک بکنه دیگه، یعنی واقعا تأثیر گذاره مدیریت تو رشته های ورزشی. بسیار عالی. سوال آخر جناب حسنی عزیز، والیبال ایران و کانادا رو به عنوان کسی که چندین سال توی هر دوشون واقعا آشنایی خیلی خوبی داره، بخواین کلا مثلا واسه یه آدمی که خیلی هم والیبال شاید سر رشته نداشته باشه فهرستوار وارد کنین آقا چیای ایران خوبه، چیای کانادا خوبه، حالا از نظر قول معروف آموزش پایه است، از نظر اگه لیگ حرفه‌ای داره کانادا، و آینده این دو تا کشور تو والیبال دنیا چطور میتونه؟
ببین چرا فدایی عزیز، خیلی سوال قشنگی هستش این سوال. اگه بخوام من این دوتا رو با هم مقایسه بکنم، میتونم بگم که کانادا توی جمله خیلی خلاصه بخوام براتون بگم، والیبال کانادا سیستم حاکمه. یعنی ما توی ونکوور میدونیم که مثلا از ماه ژانویه تا ماه می بچه هامون درگیر مسابقات کلاب هستن. از می که هوا خوب میشه بچه ها میرن تو بیچ، مسابقات بیچ رو برگزار میکنن. والیبال ساحلی بعد از سپت از بله بعد از سپتامبر که دوباره بچه ها وارد مدارس میشن، مسابقات مدارس رو برگزار. یعنی این بچه همش درگیر مسابقه و تمرین هستش در طول سال. ولی ما متاسفانه تو ایران این سیستم رو نداریم. یعنی اینجوری نیستش. الان جدیدن اومدن یه سری کلاب ها رو شروع کردن به بچه هایی که مثلا قدیمی، مثل خدای ماهایی که اونجا بچه هایی از مثلا همسن سال منی که اونجا هستن و به قول من بازیکن های قدیمی بودن، به اونها اجازه دادن که یه سری کلاب ها رو شروع بکنن و شروع کنن بازیکن سازی به این صورت. ولی این سیستم رو هنوز تو والیبال ایران ما نداریم که بخواد بازیکن تا کل سال درگیر مسابقات باشه. یه دوره مسابقاتش میذارن مثلا برای نوجوانان یا جوانان یه دوره مسابقه میذارن 10 روز 15 روز، بعد تموم میشه میره تا سال آینده که بخواد دوره همچین مسابقه برگزار کنه. این این بچه وسط باید از این بازیکن چی کار میکرده، آره تمرین این بچه میکرده، باید یک چجوری تمرین میکرده؟ بله این بچه فقط 1 سال باید تمرین کنه تا دوره برسه به سال آینده که بخواد دوره تو مسابقه شرکت بکنه. ولی اینجا اینجوری نیستش. اینجا مثلا میبینین در طول سال چندین تورنمنت مختلف این بچه ها میرن بازی میکنن و این موتیویشن و این تشویق براشون هستش که همیشه برای مسابقه زحمت بکشن، تلاش بکنن. و این سیستمی که اینا رو داره جلو میبره، یعنی به قول معروف فرد نیستش که قائل بشه بر کار، و سیستم حاکم هستش بر این قضیه. ولی حالا تو ایران چیزی که ما داریم، ما تو ایران یه سوپر لیگ خیلی قوی داریم که اونجا هزینه میکنن به بازیکنها، پول میدن. اون باعث میشه که بازیکنها تشویق بشن، بچه‌هایی که مثلا جوان‌تر هستن به خاطر که فکر میکنن به درآمدی میرسن، تشویق بشن برن زحمت بکشن، حالا بیان برای اینکه مثلا سوپر لیگ با تیم‌های خوب قرارداد ببندن، دوم سن اونال پول بگیرن، زندگیشون از اون راه بگذره. کانادا اینو نداره. جالبه. کانادا سوپر لیگ کانادا حرفه‌ای همچین والیبال نداره. کانادا لیگ حرفه این فقط جالبه. دانشگاه هستن. ایرادی که من میتونم به کانادا بگیرم که اگر این کارو بکنه، به نظر من میتونه جزء الان که جزء 10 تا تیم همیشه بوده، یعنی از همیشه با کانادا جزء 10 تا 12 تا تیم برتر دنیا بوده، میتونه خیلی مطرح تر بشه. اینی که اگه میتونست برای بچه هاش لیگ مسابقات لیگ برگزار بکنه و از این کمپانی هایی که اصلا مثلا بیان اسپانسر بشن و بیه حالا یه حقوقی به این بچه ها بدن که مثلا بیان دوستا مسابقات لیگ شرکت کنن، مطمئنا کانادا میتونست خیلی موفق تر بشه. ما اینجا متاسفانه بچه های ما وقتی کلاب مثلا 18 سالگیشون تموم میشه دیگه، کلاب تموم میشه، اگر بازیکن مستعد باشه به دانشگاه راه پیدا بکنه، چون میتونن از طریق دانشگاه اسکولارشیپ بگیرن، میتونن ادامه بدن برای حداقل 4-5 سال آینده. و اگه خیلی خوب باشن اینا، شما الان تمام بازیکنهای تیم ملی کانادا همشون تو اروپا دارن بازی میکنن، تو کشورهای لیگای حرفه اروپایی اروپا. میرن لیگای حرفه‌ای اروپا، اونجا بازی میکنن، چون دیگه واقعا اپورتونتی اینجا واسه شون نیست که بخوان ادامه بدن اینجا، مجبورن که برن اونجا و اونجا به قول معروف والیبال حرفه‌ایشون اونجا ادامه بدن. ولی خب خوبی ایران اینه که ما اون لیگو داریم، اون سوپر لیگو داریم، و این باعث میشه که بچه‌ها این تشویق بشن که بتونن تمرینات خوبی داشته باشن برای خودشون، حالا یا تیمی که خود یه رقابتی بین اون بچه‌ها تا بتونن خوشن مطرح بکنن تو مسابقات لیگ. بسیار عمالی، بسیار عمالی. جناب حسنی عزیز، دوستانی که بخوان با شما آموزش ببینن، فرزندانشون آموزش ببینن، چطور میتونن با شما تماس بگیرن؟ عرضم به خدمت شما که جناب فدایی، ما دو تا لوکیشن تمرین داریم. عرضم لوکیشن اصلیمون در از تو کوکودلم هستش که تا طول هفته تقریبا هر روز هفته ما اونجا تمرین داریم برای بچه‌ها تو گروه سنی های مختلف. یه روز در هفته هم تو نورث ونکوور داریم، روزهای یک شنبه هستش. اگر کسی تمایل داشت که بخواد بچه‌هاشون رو بیارن تمرین بکنن، میتونن وبسایت کلاب رو عرضم به خدمت شما که دنبال بکنن. حالا نمیدونم میتونم وبسایت اعلام بکنم اینجا یا نه. حتما. بله بله بفرمایید. وبسایت کلابمون خیلی ساده هستش، www.elitevolley.ca. بسیار تمام مشخصات کلاس ها و قول معروف ساعت هاشون و محل برگزاریشون و گروه سنی هایی که برگزار میشه تو وبسایتمون هستش، و میتونن با تلفن خود من تماس بگیرن، من هر کمکی بتونم از دستم بر بیاد در خدمتشون هستم.
بسیار عمالی، بسیار عمالی. واقعا ممنون از وقتتون جناب حسنی عزیز. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما. این اتفاقا این ویدیو رو که توی شبکه‌های اجتماعی مختلف میگذاریم، ما شماره تماس، وبسایت، همه اینها رو اتفاقا وارد خواهیم کرد که بتونن عزیزان از دانش و تجربه شما استفاده بکنن. خیلی ممنون از شما از وقتی که گذاشتین و من دعوت کردین به برنامه خوبتون. خواهش میکنم.